متولد 26/2/26 و فارغ التحصیل دوره اولین دانشگاه. فکر می‌کنم اولین نفری که اصلا تو این دانشگاه ثبت نام کرده من باشم. بعد از فارغ التحصیل تو مقطع کارشناسی 5 سال 6 سال به عنوان دستیار آموزشی بودم و در نهایت با بورس وزارت علوم رفتم خارج، اسکاتلند، گلاسکو که یک قطب صنعتی سنگین بریتانیا هست. خوشحالم هستم از اینکه رشته رو انتخاب کردم به هر حال، و هنوز مراسم به اصطلاح فارغ التحصیلی اونجا که حالا لباس و مراسم باشه من با نستادم و سریع برگشتم ایران. من وقتی اومدم ایران شاید یک ترم جوشکاری یا دو ترم جوشکاری رو داشتم درس میدم که به انقلاب فرهنگی خورد، و در زمان انقلاب فرهنگی هم باز سعی کردم که بخشی از مطالبی که آماده کرده بودم به صورت کتاب تدوین بکنم و حاصل اون اولین کتاب من سال 62-63 و به همین ترتیب 9 تا کتاب و 8 تا کتاب اضافه فرهنگ لغت جوشکاری و آخرین کتابی که نوشتم در واقع نیم قرن جهاد علمی هست که بخشی از خاطرات زمان دانشجویی و زمانی که مسئولیت دانشکده‌ای داشتم. در رابطه برحال پنجام این سال از 49 که عضو هیئت علمی دانشگاه بودم، الان استاد پایه 44 یا هم به گفته خارجی یا فول پروفسور، و حدود 6 ماه است که بازنشسته شدم، اما هنوز الان کلاس دارم، دانشجو فوق لیسانس، دانشجو دکترا دارم و پروژه هایی هم که برحال کار کردم زمینه های مختلف مربوط به جوشکاری و لحیمکاری و موضوعات جنبیش. درس هایی هم که میدادم باز تعداد زیادی درس ها تو مقطع کارشناسی، ارشد، دکترا این دانشگاه و دانشگاه دیگر، البته قبلا که این مقدار انرژی بیشتری داشتم دانشگاه مازندران، دانشگاه تبریز، دانشگاه مستند، دانشگاه فنی، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان. از نظر پروژه ارشد شاید یه چیزی بوده 550-560 تا پروژه ارشد کار کردم، به اضافه 22 تا دانشجو ارشد در دانشگاه‌های مختلف دیگه داشتن. پروژه دکترا حدود 22 تا دانشجو دکترا اینجا، یه دانشجو دکترا با دانشگاه مالزی، یه دانشجو دکترا با دانشگاه علم و صنعت هم به صورت مشترک داشتم که با توجه به آماری که تو دانشگاه هست که حدود 2-3 سال پیش 1400 تا دانشجو دکترا تو این دانشگاه فارغ التحصیل شدن، 400 تا هیئت علمی، من فکر میکنم با این آمار بیشترین در واقع دانشجو دکترا و دانشجو ارشد داشتم. از استاد نمونه آموزشی، استاد نمونه برجسته دانشگاه، استاد پژوهش برتر، کتاب نمونه سالی از به دانشمندان، 100 تا دانشمندان بیشترین ارجاع منابع و اینها، به اضافه امسال که پارسال در واقع استاد نمونه کشوری بودم و به هر حال خدمت بوده، وظیفه بوده، و خوشحال هستم از اینکه تونستم گهگاهی یه اثرات مثبتی را داشته باشم در بین فارغ التحصیلایی که باعث افتخار من هستن. جوایز خارجی هم داشتم، 2 دفعه یه جایزه بسیار بسیار مهم از IIW International Institute of Welding گرفتم، 2 دفعه بهترین مقاله سال از AWS American Welding Society که از بهترین ژورنال های جوشکاری و انجمن های جوشکاری دنیاست. همکاری با مرکز استاندارد، مرکز تحقیقات ساختمان، مرکز جوش، جاهای مختلف، انجمن جوشکاری، انجمن مهندس متالورژی، انجمن مهندس مکانیک و کنفرانس های مختلف، مجلات مختلف به عنوان مقاله و داور. و من غیر از بحث های علمی در زمینه جوشکاری و موضوعات جنبیش یه مقدار ذوق هنری هم داشتم، دارم.
بعد که دیگه به کار و گرفتاری مشغول شدم دیگه فراموش کردم، هرچند هر جای گالری یا تابلو میبینم بی اختیار پام شل میشه. و این رو که الان دارم میگم به خاطر اینکه به دانشوی مهندسی و هر فرصتی که پیدا میکنم بهشون میگم آقا کار مهندسی و درس مهندسی خوشگه، هفته 2 ساعت بیشترم نه، یا موسیقی یا مجسمه یا مجسمه سازی یا خط یا نقاشی مشغول بشید، مطمئن باشید که هم خستگیتون کمتر میشه، هم راندمان کار بیشتر میشه، به اضافه یه بودی هم بزرگ نمیشه. یه نمونهش دانشجو من دیدم که خطش خیلی خوبه، گفتم که یه خط، گفت چشم من یه خط، یه شعر بگید که من یه شعری که خیلی دوست دارم، بعد از وفات تربت مادر زمین مجوی در سینه های مردم عارف مزار ماست. در رابطه با پروژه ها واقعیتش من زمینه های مختلف جوشکاری، الکترودستی، زیر پودری، به حضور شما از مقاومتی، لحیم، کارهای مدلینگ، به حضور شما از کارهای روش های جدید FSW، استکاکی کار کردم و هارد سورفیسینگ مخصوصا. یه استاد برتر وقتی داریم میگیم باید چند جنبه را با هم با اعلا داشته باشه. یکی خوب طبیعتاً علمی و تا اونجایی که امکان داره علم روز. خب این خیلی از اساتید ممکنه داشته باشن، حتی اساتید جوان ما ممکنه که حتی از این بود قوی تر از اساتید قدیمی باشن برای اطلاعات آپ تو دیت روز تو هر زمینه. دومین چیزی که به نظر من یه استاد برتر باید داشته باشه یک مقدار تجربه همکاری با صنعت تا اون راستای به اصطلاح کارش و علمش. و بود سومش که به نظر من حتی از این دوتا مهمتر هست بود اخلاقی هست. جوشکاری دامنه بسیار وسیعی داره که میتونه در جاهای مختلف استفاده بشه. ببینید باز نمونهش تو صنعت مربوط به مانس پزشکی، شما فکر میکنید ابعاد یه پمپ قلب که میزنن توی قلب یا دریچه قلب ابعاد چقدر هست، تکنولوژی چی هست، یه مقدار متریال هست، حالا تیتانیوم، گرید پزشکی، چیزهای دیگه، ابعاد بسیار ظریف و جاهایی که باید حالا ماشینکاری بشه، فرم داده بشه، جوشکاری بشه، ریختگری بشه. تا اینجا من موردی نداشتم که یه دانشجو ارشد جوشکاری شریف ها. حالا جای دیگه کار ندارم، جای دیگه کار ندارم، بیاد بگه من بیکار هستم. برحال من تنها کاری که چی صحبت پایانی که دارم فقط دعا هست اگر خداوند قبول بکنه که این مشکلات در سطح کشور، در سطح دنیا برداشته بشه و بتونه یه آسایش حداقلی اکثر جمعیت مملکت ما داشته باشن، چون واقعا این مملکت و این ملت حق دارن و میتونن با اون تاریخ و امکاناتی که خداوند گذاشته برای این مملکت خیلی زندگی بهتر از اینم داشته باشن.